به نام خدا. سلام و درود خدمت تمامی شما دوستان و همراهان خوب میدیا پلاس. در این ویدیو با معرفی عجیب ترین و مرموز ترین سازه های ساخت بشر پرداخته ایم. امیدوارم با ما تا پایان این ویدیو همراه باشید و برای حمایت از ما لایک این ویدیو را فراموش نکنید. عجیب ترین سازه های باستانی با معماری متفاوت و مرموز. چندین سازه و بنا از گذشته به جا ماندند که هدف از ساختشان معلوم نیست. برخی از این بناهای تاریخی مشخص نشده که در چی دوره ساخته شده اند و برخی هم به اندازه بزرگ و باشکوه هستند که چگونگی ساختنی آنها در هزاران سال قبل خود یک پرسش بزرگ است. این نوع بناهای تاریخی همیشه فرصتی را برای حدس و گمان فراهم کردند تا هر کسی با توجه به دانسته ها و تحقیقات انجام شده نظریه را در موردشان مطرح کند. برای هر کدام از این مرموزترین سازه های ساخت بشر که بعضی هم جدید هستند چندین نظریه مطرح شده که در ادامه این ویدیو با شما خوبان شریک خواهم ساخت. فراموش نکنید که اگر عضو کانال ما نیستید حتما سابسکرایب کنید. جزیره استر. جزیره استر جزیره است در اقیانوس آرامی جنوبی متعلق به کشور شیلی. جزیره استر به خاطر تندیس های 400 ساله و عجیب و باستانی خود معروف است. به این تندیس ها که در راستای کرانه دریا به خط ایستاده اند موآی گفته می شود. در بین سالهای 1500 تا 1250 ساکنین این جزیره برای عبادت و راز و نیاز به این منطقه می آمدند. موآی ها در سرتاسر جزیره پراکندن و در مورد تاریخ دقیق سکونت اولیه این جزیره ابهام وجود دارد، ولی از روی دی این ای استخوان های موجود در جزیره به این نتیجه رسیدن که اولین ساکنین آن مهاجرین جزایر مارکوس بودند. 400 سال قبل از میلاد مسیح کشتی این افراد در دریا گم شده و آنها مجبور می شوند که به این جزیره پناه ببرند. برخی نیز معتقدند که ساکنین اولیه جزیره از آمریکای جنوبی بودند. نظر به اندازه و وزن مجسمه ها تخمین زده می شود که بین 50 تا 150 نفر برای حمل آنها توسط کراچه های چوبی و سورتمه مورد نیاز بوده است. سنگین ترین آنها وزن حدود 68 تن دارد. این مجسمه های عظیم در طی یک دوره کوتاه کندنکاری شده و مطابق تحقیقات انجام شده نیمی از این مجسمه ها هنوز باقی مانده است. مجسمه های جزیره ایستر مسئله غامض و همچنان اسرار آمیزی را در خود جای داده است. سوال های زیادی در ذهن هر کس ایجاد می شود. مثلا ساکنان گذشته دور این جزیره چه کسانی بودند؟ لوح های اعلان چی چیز می باشد؟ چه کسانی آن تندیس های مشهور را از سنگ تراشیده و در آنجا مستقر کردند؟ چگونه توانستن این کارها را انجام دهند و هدفشان چی بوده است؟ چه کسانی آن تونل های بزرگ زیرزمینی که تا بستر اقیانوس کشیده شدند را حفر و سنگ های آن را به بیرون حمل کردند؟ اگر شما در این مورد چیزی می دانید حتما با دیگران در بخش کامنت شریک سازید. کره های سنگی کاستاریکا. سنگ های کروی شکلی که در دهه 40 میلادی در دلتا دیکویز در جنوب کاستاریکا کشف شدند به عنوان یکی از عجیب ترین اسرار باستان شناسی دنیا شناخته می شود. قدر این سنگ های کروی عجیب که به نظر می رسد به دست انسان های دوران باستان ساخته شده اند. از چند سانتی متر تا بیش از 2 متر متغیر است. بعض آنها وزنی در حدود 16 تن دارد و به نظر می رسد که این اشیایی که مثل مجسمه های شبیه هم ولی در اندازه های متفاوت هستند با دقت و مهارت زیادی ساخته شده اند. کره های سنگی کاستاریکا از چند جهت توجه مردم دنیا را به خودشان جلب کردند. یکی از این موارد شکل خاص این سنگ ها و اندازه و وزن های متفاوت بود که این کره های سنگی داشتند و از سوی دیگر این کره ها قدمت دیرینه داشتند و مواد تشکیل دهنده و روش ساخت آنها برای دانشمندان جالب بود. اما چیزی که بر جذابیت این سنگ ها می افزود این بود که اصلا به چی دلیل چنین سنگ های ساخته شدند.
و مردم دوران باستان در چه مواردی از آنها استفاده میکردند. با این حال هیچ کس نمیداند هدف از ساختن این کره های سنگی دقیقاً چی چیز بودند. ساخت این توپ های سنگی زمانی که کاشفان اسپانیایی پا به این سرزمین گذاشتند متوقف شد. در نتیجه تا دهه 40 میلادی که این سنگ ها کشف شدند، آنها کاملاً به فراموشی سپرده شده بودند. مجسمه ابوالهول، یکی از عظیمترین و معروفترین مجسمه های جهان که از دوران باستان به جا مانده، مجسمه سنگی ابوالهول است. این بنای تاریخی با طول 74 متر، عرض 20 متر و ارتفاع 20.22 متر در کنار اهرام مصر و در ساحل غربی رود نیل قرار گرفته است. مجسمه ابوالهول تصویری از یک موجود افسانه‌ای به نام اسفنکس را نشان می‌دهد که ترکیبی از بدن شیر، سر انسان و بالهای عقاب است. این تندیس سالهای طولانی در زیر شن و ماسه‌ها دفن شده بود تا اینکه توسط باستانشناسان کشف شد و امروزه نماد از علم و دانایی و در عین حال هلاکت و نیستی در مصر است. ابوالهول یک هیولای سنگی است که سر شبیه انسان دارد، اما اندامش شبیه شیری است که بر زمین نشسته و پنجه هایش را جلو گذاشته است. مورد عجیب دیگر این است که سر این مجسمه با دیگر بخش های آن تناسب ندارد. علاوه بر این، در داخل این مجسمه یا غول پیکر اتاق های وجود دارد که هر تلاش برای مطالعه و بررسی آنها با اتفاقات غیر منتظره یا دخالت عوامل حکومتی همراه شده است. شخصی که چهرهش به عنوان الگو برای مجسمه غول‌آسای ابوالهول که 4600 سال پیش نگهبان اهرام ثلاثه مصر است، مورد استفاده قرار گرفته که هنوز مانند یک معما است. عزیزان دل، جهان سپاس که تا حال با ما همراه بودید. برای حمایت از ما لایک این ویدیو را فراموش نکنید و نظرات زیبایتان را هم با ما شریک سازید. تا ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.